سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. امروز دیگه وارد دهم می شدیم، دهم می 2020، با تحلیل معادن طلا، ETF مربوط به معادن طلا و یکی از معادن طلا امروز در خدمت شما هستم. خب بریم به سراغ چارت ببینیم چارت ها به ما چی میگن. خب معادن طلا رو من ارزم به خدمتون همه رو تحلیل نمی کنم، چند تاش هست که اصلا توی واچ لیست خود من هست. سه تا ETF هست که خیلی مهمه. یکی ETF GLD هستش که بر اساس خود نمودار طلا حرکت میکنه. این گپار هم که میبینید بیشتر به خاطر این هستش که خب GLD در بازار سهام معامله میشه، مثل طلا 24 ساعته نیستش. پس طبیعی هستش که وقتی مثلا طلا یک حرکت شارپی به بالا یا به پایین داشته باشه، در روز بازگشایی که حالا توی بازار نیویورک هستش با گپ همراه میشه و همونجور که میبینید این ایپکس فلگ رو اون بالا کاملا مشخصه. اما راجب معادن طلا ما دو تا ETF داریم، یه دونه GDX که معادن بزرگی هستند که بیگ بویز ها هستند و GDXJ که جونیور ها محسوب میشن، این نمودار J هستش. ما قرار هستش که امروز دو تا ETF GDX و GDXJ رو بررسی بکنیم و یکی هم بریک گولد. بریک گولد بزرگترین معدن طلای دنیا هستش. نمودار اینها به ما یک، من داشتم تحلیل میکردم نمودار اینها رو، یک نشانه خیلی خاصی داره به ما از بازار میگه. خب بریم GDX رو ببینیم. GDX ترند سودیش کاملا مشخصه. اولا معادن طلا در بازار سهام همیشه پیش رو هستن، یعنی اینکه سقوطشون زودتر اتفاق میفته و نزولشون زودتر اتفاق میفته و صعودشون هم زودتر. شما نگاه کنید بازار در حقیقت 19 مارچ اینها شروع کردن به صعود، در صورتی که 23 مارچ بازار سهام شروع کرد به صعود، یعنی یک روز یک هفته حدوداً زودتر اینها شروع کردن. اما ترند کاملا شکسته، مکدی واگرایی داده و RSI هم واگرایی رو تایید میکنه، استوکاستیک هم واگرایی رو تایید میکنه. استوکاستیک در ناحیه اوور باوت هستش، ما اینجا ویکنس رو در کندل های روزانه میبینیم. پس ما انتظار باید پول بک رو داشته باشیم. من خودم انتظاری که دارم انتظار یک پترن هدن شولدر هست کاملا. من اینو میبینم و فکر میکنم این گپ فیل اینجا جایی هستش که ما قیمت رو دوباره باید ببینیم، یعنی 34 دلار به 30 دلار میرسه، حالا یا توی این هفته یا توی هفته آینده. این به ما فعلا درجه اول تغییر رو میده تا اینکه باید ببینیم چه اتفاقی میفته توی ایندیکیتورها و چه پترنی شکل میگیره. ولی اون چیزی که کاملا مشخصه این هستش که من انتظار ندارم بیشتر معادن طلا رشد بکنن. معادن ETF جونیورها رو میبینین، جونیورها اونها هم همینجوری نمودار ویکلیش هستش، نمودار هفتگی که شما کاملا مشخص این واگرایی مخفی رخ داده، استوکاستیک داره وارد اوورباوت میشه، RSI شرط معمولی رو داره و فیبای 78 رو بالاش کلوز کرده. باید ببینیم که هفته آینده چه اتفاقی میفته. اگر بیایم روی نمودار دیلی، اینجا اهدافی هستش که من مشخص کردم. به نظر من توی نمودار دیلی ما برخواهیم گشت ابتدا توی این سطح فیبای 78% به 40 دلار و بعد به 37 دلار و 32 دلار. یعنی اینا تارگت هایی هستش که برای نزول معادن طلا جونیور میشه در نظر گرفت. جونیور ها معمولا حرکت شارپ تری دارن نسبت به ارزم به خدمتون خود ETF های معادن اصلی، یعنی معادن بزرگتر. و سهام بریک رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، بریک ترند رو نشکسته اما کاملا واگرایی محسوس و مشخصه و استوکاستیک هم همینطور و این کندل های آخر کاملا ضعف رو داره نشون میده و خیلی عجیب نیستش که اگر ما این معدن طلا رو به زودی در محدوده 24 دلار ما بتونیم ببینیم. الان 27 دلار هست و هیچ زود 10% ریزش. پس این 10% میتونه
شوک بزرگی باشه به معادن طلا، حالا یا قیمت طلا قرار هست پایین بیاد، یعنی که بازار سهام، معمولا بازار سهام وقتی که پایین میاد همه چیز پایین میاد، یعنی معادن طلا پایین میاد و حالا معادن طلا درسته که کامودیتی اصلیشون فروششون طلا هستش، ولی بازار سهم فرق میکنه جنسش با معادن، و یا ممکنه که قیمت خود طلا بیاد پایین و اینها هم آسیب ببینن. پس معادن طلا وقتی داره نزولی میشه به ما یک سیگنال خیلی بزرگی رو در جای دیگه میده، یعنی این رو باید حواسمون باشه. خب بسیار عالی، این فایل هم به پایان رسید، امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو داشته باشید، خوب و خوش و پرسود باشید. خدا نگهدار.